این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از آتیش چهارشنبه سوری و ریش کز خورده عظما. قبلش تا دلتون بخواد تبلیغ کردن و فیلم درست کردن، اصلا چند تا هنرپیشه آوردن تا نقش خامنه رو موقع شنیدن صدای ترقه ها بازی کنن، چقدرم طبیعی بازی کردن. اما هیچ کدوم از این ادا و اطفارا به جایی نرسید و جوانای ایرانی شب شبش حسابی قوقا کردن. تو هفته ای که گذشت خامنه دایناسورهای خبرگان رو دور عباش جمع کرد تا هم شکست نظامش رو اعلام کنه، هم اعتراف کنه که خودش و باقی فسیلای عمامه دار به آخر خط رسیدن. در گذشتگانی بودند به نظرم اونطور که به من گزارش دادن حدود 17 نفر از اعضای این مجلس در طول این سالها از دنیا رفتند. البته این دوره جدید هم که آغاز خواهد شد همینجوره، دنیا همینه دیگه، بعضی ها در آخر خط قرار دارند. و بله، یعنی خامنه خودش بهتر از همه میدونه که قطار نظامش به سرعت داره به سمت پرتگاه میره و تو مسیرم مسافراش یکی بعد از دیگری ولو میشن. اما خامنه تو روزخونیش برای خبرگان یه قمپوز دیگه هم در کرد که در واقع سیخی به اکبر کوسه بود. یک خصوصیت دیگر این انتخابات مثل بقیه انتخابات های ما سلامت و امانتداری بود، یعنی انتخابات سالم برگزار. اینم یک سند گویا برای اثبات سلامت انتخابات. تازه این فقط یه نمونه، اونم از یه شهره. در صومعه سرا انتخابات به میدان خرید و فروش بی حد و حصر شناسنامه های فراوان از شهرستان ها و استان های دیگر و خرید آرای مردم محروم، میدان فتح ازناب کانون های ثروت و قدرت که با همه بیشرمی سرنوشت مردم را بدون اراده آنان رقم زدن تبدیل شد. در پایان سالی که خامنه اسمش رو سال همدلی با دولت گذاشته بود، این همدلی اووردوز کرده و همینجوری قلوب قلوب داره میجوشه. یه نمونه از این همدلی ها رو از مجلس آخوندا یا همون استبل وحوش بشنوید. برجام شده مبدع تاریخ هستی، بهشون میگن که سال روز پیروزی انقلاب کیه، میگن 25 روز بعد از برجام. میگه پیامبر اسلام کی از مکه به مدینه رفت، میگه 1437 سال قبل از برجام. یکی دیگه هم بود که با سیخ اومد وسط و جیگر شیخ بری و عظما رو همزمان دوخت به هم. قلب راکتور عراق رو در آوردیم، جلوی تحقیقات خودمون رو گرفته ایم، ولی یک سری وعده های نسیه دریافت کرده ایم. خیلی متشکرم. این که همه تحریم ها روی کاغذ لغو شده چه حاصلی برای ملت داشت؟ آی رئیس جمهور، ای کاش تعهدات ما هم روی کاغذ انجام می شد، ای کاش فردو را روی کاغذ جمع می کردیم و ای کاش قلب راکتور عراق رو روی کاغذ در می آوردیم. کاشکی رو کاشتن جاش هویج در اومد. یارو حسابی داغ کرده، چون داشتن بی‌دنده و ترمز می‌رفتن سمت بمب اتم که یک باره با کله رفتن تو در.
وقتی کار سخت میشه و قضیه بیخ پیدا میکنه، آخوندا به فکر موشک پرونی میفتن تا اینجوری به مزدورای نم کشیدشون دل بدن. یعنی موشک ها وقتی پرتاب میشوند معمولا دارای پیام های راهبردی و سیاسی هستند. عرض میکنم که اولا برای همه کشورهای همسایه و ملت‌های مسلمان پیام این رزمایش پیام حمایت، پیام امنیت، پیام آرامش و پیام برادری است. منظورش از پیام حمایت امداد رسونی به مزدورای آشولاشش تو حزب شیطانه. حمایت کردن با موشک آرامش بخش آخرش یه چیزی توی مایه‌ها در میاد. این آخوندهای تاریخ در رفته حکومتی تو هر سوراخی سرک میکشن، از موسیقی و سر و وضع مردم تا راهنمایی و رانندگی. این شما و این آیت الله شوماخر. رانندگان محترم دقت کنن، این خیلی مهمه. در موقعی که ما خواب آلود هستیم، در خواب کم بود داریم، رانندگی نکنیم. کدام ها دیگه انجام میشه برای شما انجام کارهای دینی و اسلامی؟ این آمارهایی که شما دارید اینا همه معنا داره، حرف داره، مطلب داره. این هم یه راننده که بعد از شنیدن حرفای این دایناسورا کشید به اعصابش و زد به سیم آخر. این شیخ مهدی مشنگ هم با کمدی منبریش دنبال سرحال آوردن بسیجی هست. اسم این اپیزود هست زنده باد خروس. مثل اون جوانی که من دیدم یه پیرن پوشیده بود، خدا شاهده عکس جمجمه مرده با دو تا استخون زبدری روش چاپ شده بود. بهش گفتم آقا ببخشید بیا. گفت بله. گفتم مرده شوری؟ گفت نه خیلی. گفتم کفن فروشی؟ گفتم نخرا. گفتم قبر کنی؟ آقا یعنی چی؟ گفتم تو یه ارتباط با قبرستون داری یا نش کشی یا تابوت سازی؟ گفتم یعنی چی؟ گفتم آخه چیه توی پیرانه؟ گفتم قشنگ حال کن عشق کن. گفتم با جمجمه مرده عشق میکنه؟ آخه چیه؟ زنده باد خروس، زنده باد خروس. این هفته نوبت این پاسدار باطلاقدار بود که فرمون ابو طیاره خالی بندار رو دست بگیره و یه قپی بسیجی خرکن بیاد. سردار سرتیپ علی فدوی گفت نیروی دریایی سپاه تنها نیروی دریایی در جهان است که از چنین توانمندی در عرصه ساخت شناورهای رزمی تندرو برخوردار است. این هم یه فیلم مخفی از تلاش موفق تیم شناورسازی رزمی سپاه. وقتی یه بسیجی تو بهمن بحران‌ها گیر میکنه چه غلطی باید بکنه؟ کارشناس تیویریش پاسخ میدهد. بعضی وقتی که بهمن به شما میزنه شما موقعیت خودتون رو از دست میدید و نمیفهمید تو چه پوزیشنی هستید و خیلی راحت میتونید جهت فوقانی بهمن رو پیدا کنید و کافی آب دهنتون رو با فشار پرتاب کنید بیرون. قاعدتا آب دهن به سمت جاذبه میره، یعنی اگه آب دهن احیانا برگشت سمت صورتتون یعنی شما رو به بالا هستید و اون سمت رو بکنید برید و اگر رفت سمت پایین سمت مخالف رو به هر حال سمت مخالف جریان آب دهنتون رو شما بکنید میرسید به سطح فوقانی بهمن و راحت نجات پیدا میکنید. اینجا هم گزارشگر تیویریش رفت تو خیابون تا یه گزارش تبلیغی از خرید شب عید ارائه کنه و بگه همه چی رو به راهه، اما یه هموطن گذاشت تو کاسهش. قیمتا چطوره؟ بعد
نیست، خوبه. بد نیست خانم؟ بد نیست، خوبه. شما مثل پول داری؟ من نه به خدا. خیلی گرونتر از دو هفته پیش شده. میوه شب عید و اینا چیه؟ شکل آجیل و شکل اینا دیدم واقعا گرونه. در انتها توجه شما رو به یه استعداد کشف نشده جلب میکنیم که هر جا این باشه دیگه هیچ قناری حرفی برای گفتن نداره. بر چشمی نخواه بز نظری نیاد میکنی از من نمیروی